یکی دیگه از مهمانای عزیز امشب ما آقای رضا گوهرزاد، روزنامه نویس. آقای گوهرزاد خیلی خوش آمدین. خواهش میکنم نظر خودتون راجع به نمایشگاه بفرمایید. من تصور میکنم که نمایشگاه خب شب اولش هست، از نظر اینکه خود نمایشگاه تا چه اندازتون خواهد توانست مردم رو جذب کنه مسئله ایست متفاوت و مسئله ایست کار. اینکه کار خود آقای خاورانی، خب من با کار ایشون سالهاست آشنا شدم و ایشون سبک خاصی رو که آغاز کرده خود به خود من فکر میکنم که در شروع این راه هست، چرا که اگر در پایان خط بود دیگه از اونجا جلوتر نمیتونست بره. به این ترتیب یک شروع خوب، یک آغاز خوب هست در راهی که شروع کرده و این راه راه شناخت ابستره به سبکی است که خودش بهش نگاه میکنه که تونسته اون رو ابستره است که ضمن این که موضوع داره ولی بدون موضوعه، یعنی ضمن این که شما در ابستره نباید دنبال موضوع بگردین ولی خود به خود با موضوع نقاشی در کارهای آقای خاورانی با یک نوعی حس موضوعداری رو در کار میبینیم و این کار به نظر من این کار زیباست که نه ابستره بودن خودش رو قالب و مسلط میکنه، نه موضوع فقط موضوع بودن خودش رو بر طرح و رنگ مسلط میکنه. براشون آرزوی موفقیت میکنم ولی به هر راه میدونم که در شروع کار هستن. خیلی ممنون از تشریف فرماییتون، امیدوارم که از این نمایشگاه امشب لذت ببرید. متشکرم. دیگری داریم امشب اینجا، آقای مارک عاملی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا هستند و همینطور فعالیت بسیار گسترده‌ای با بنیاد فرهنگ دارن. آقای عاملی خیلی خوش آمدین امشب، میخواستم نظرتون رو راجع به نمایشگاه بپرسم. خیلی ممنون. این نمایشگاه البته نمیدونم که حتما نقاشی ها رو نشون دادید، به فارسی من درست نمیدونم دازلینگ چی میشه ولی عجیب و غریب زیبا هستن و حتما باید اینها رو آدم از نزدیک و دور ببینه تا بتونه لذتش رو ببره. They're beautiful. خیلی زیبا هستن. خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون، انشالله که لذت ببرین از نمایشگاه امشب. خیلی ممنون از شما. من یه صحبتی داشتم میخواستم بکنم. خواهش میکنم. این باتن رو من دیدید؟ بله. چی نوشته روش؟ مارک عاملی فور جاج. چی کار من میخوام بکنم؟ شما قرار هستش که به عنوان اولین جاج در لس آنجلس از جامعه ایرانی برگزیده بشید. خیلی ممنون ازتون و من میخوام که اگر کسانی که این برنامه رو گوش میدن به این موضوع هم توجه بکنن که باید ما رأی بدیم و باید این بلیت که میاد در خونتون نگاه بکنید و اسم من اون تو پیدا بکنید. حتما. آقای مارک عاملی به عنوان اولین ایرانی هستن که ران میکنن برای پست قضاوت، درست میگم؟ جاج در دادگاه های کالیفرنیا. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از شما.
افتخار هستش آقای جیمی دلشاد شهردار محترم شهر بورلی هیلز امشب افتخار دادن به این نمایشگاه تشریف آوردن. ازشون خواهش میکنیم که یه چند کلمه ما رو مهمون کنن. آقای دلشاد خیلی متشکرم. تشکر میکنم. میخواستم از دوست عزیزم خیلی تشکر کنم، منو دعوت کرده اینجا. البته من کاروان خبرانی رو از کوچیکی میشناختم، وقتی که توی مدرسه بودیم من مبصرش بودم، اما خیلی ماشاءالله ظالم بود، اذیتمون میکرد. حالا رسیده به اینجا خیلی بهش افتخار میکنم و همیشه کاراشو دیدم و همیشه در برای مردم تعریفش میکنم که چقدر کارهای این کارهای استثنائیه، کارهای نیست که همه بتونن تکرار بکنن. و این یک کاری درست کرده که از حالا به بعد یه تاریخ جدیدی درست کرده برای هنرمندا و نقاشای دنیا، و چقدر خوشحالم که همچین کسی، یک نفر ایرانی خیلی عالی، خیلی خوش نظر و خیلی هم دوست عزیزم هست. برای اینکه با عشق و وجودت همونطور که الان قشنگ شعر گفتی کاراتو انجام میدی، توی این نقاشی زیبات همه چی معلوم هست و باعث افتخار بنیاد فرهنگی هست که بتونه یه آرتیست ایرانی رو مثل تو به جامعه بهتر بشناسونه، برای اینکه همه میشناسنش. فقط ما میخوایم یه ذره جهانی تر بشه تا همه بهتر بشه. فقط من میخوام بگم که اگه من یه گلی مال این باغ فرهنگ ایران هست، اگر یه گلی اومده بیرون، این گل مال فقط خود گل نیست، مال همه برگا و ساقه و شاخه و تنه و ریشه و خاک اون درختم هست. من میخوام که هر چی بیشتر ایرانی ها مخصوصا خبردار بشن، این نمایشگاه تون 17 جون برقرار هست، بیان ببینن، این ذوق تو دلشون بیفته، یه خودش شادی ببینن مولانا چی میگه. میگه من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از آن بیخبری رنج ببر هیچ مگو. این غلام قمر این کار رو کرده. نمایشگاه در 10-20 خیابان وست‌وود هست تا 17 جون، تشریف بیارین هر روز. خود کامران جونم حتما اینجا هست همیشه روز، درسته؟ اگه سوالای دیتیلش هم خواستن، این یلو پیجز شرکت کتاب ساعت و ایناش هم اعلام میکنه، اگه کسایی ما الان نمیگیم از صرف هشت ایرانیان و یا روی فرهنگ.org میتونن همه اطلاع. مرسی، خیلی ممنون.